خوبی؟ سلامتی؟ صدا کلفته، این صدا مردونت هم در بیار، مردم ببینن چه صدای نه مردونه. من صدام صدای خودمه، بچه ها 7-8 سال منو دارن میدونن. من هیچ وقت نه دروغ میگم نه صدامو کم و راست میکنم، چون من پسرم، همه هم میدونن. ولی وقتی حرف ناموس میاد این رگای قلبم چیز میشه، چنج میشه، اصلا میزنه بالا، صدام عوض میشه. خواهش چیز آقای هیرات، خواهش میکنم هر چی میگی فقط اسم ناموس رو تو لایو نیار، چون من رو ناموس حساسم. ممنونم، خدا خیرت بده. چون ما هم چون ما آقای پیرا چون ما همه اون خواهر مادر داریم، کسی خوبه با خواهر و مادر خودمون این کارا رو بکنه؟ یعنی خوبه به نظر مثلا خوبه مثلا یک مثلا مادر من بابام جدا شده بره خارج، بعد تو لایو دعوتش کنم بگم برام هدیه تولد کی میفرستی، برام عینک بفرست؟ چه ربطی؟ اصلا چی میگی؟ چی میگه؟ اونه که تو لایو خوب میفهمن من چی میگم. یه چیز دیگه بگم، خوبه مادر سینگل من که اون باید خرج بچهش رو بده، یه پسر 36 ساله بیکار خرمست بهش بگه برام عینک بفرست برای تولدم؟ یعنی خوبه یک مرد از یک زن بخوره؟ تو رو خدا جایی که من اصلا من هی حرف زن و نزن. ممنون میشم، خدا خیلی بده. ممنونم، قربونت. بعد به همون مسیر زندگی تدامه بده. بعد میگه آریان جان شما این حنجره تو عمل کردی؟ من پسرم، من نیاز ندارم به هیچ عملی. هیچ عمل؟ بعد از سینا چه خبر؟ سینا تو کوچیک بود، ابی دیده بودی سین کاشته بود؟ نه، من اصلا اگر این لختش هم بیر حالت تعبو میارم، این بالا میارم، جدی بهت میگم نمیتونم اصلا اینو نگاه کنم. سیناشو عمل کرده بود، باید میدیدی چه اینجوری هم میکرد و میدیدی تو لایوها یه سوتیان هم بزن. الان دیگه نه تیشرت میپوشه، انگار رعب شده تو. بابا یه چیزی ایراد بهت بگم، این چی که اونا رو دیگه بذاره خودش نگاه کن. به خدا رفته من موندم کی با این حس میگیره، کی با این چش تو چش میشه، کی این با این حضوری میخواد یه کاری بکنه. یعنی واقعا من موندم توش. حالا من کار ندارم به گفته های خودش ها، ولی واقعا من اصلا تو مغزم نمی گنجه پسر با این بخوابه. او پسری که با این میخوابه ببخشید دیگه به هیچ، به مرغ هم رحم نمی کن. به دیوار خونش هم رحم نمی کن. این دیوارهای خونش الان سوراخ هم، کسی که با این میخوابه دیوارهای خونش هم سوراخ هم. اینقدر دوست داره یکی بود از قدیم و ندیم هیرا جان گفتنه که آدم اگر به یکی حس نداشته باشه نمیخوابه کنارش. دخترامون الان موندن مجرد سینگل دیگه نمیخوان برن تو رابطه، این دم از نمیدونم داشته هاش میزنه، من فلانم، من خیلی خاطرخواه دارم، من فلان دارم، من موندم توش واقعا. خود بفهمید. هیرا جان سوال نیکست کوشن. بعد جان این خیلی پیر مرد میره اینو، این انقدر کیر دوست داره، انقدر باش کسی اینو نمیکنه، اصلا پیر مردات میره پای مالی پیر مردا رو میکنه، براشون تخماشونو میخوره. این سوال بود یعنی همم هیرا جان، در هیرا جان کسی که دیگه توان دوست دختر بازی رو نداره، ارزه نداره کسی رو حالا مخ کسی رو بزنه، مخصوصا این سن بالاها که دیگه کسی نگاهشون نمیکنه، خیلی هم نگاهشون میکنن خب، ولی حالا بیشترشون دیگه واقعا اینا دیگه مورای سوخته هستن، اینا دیگه میان سمت این بند خدا، اسیر این بند خدا میشه، هم از خدا شه دیگه. بس حالا میدونم، حالا این بهشون پول میده یا اونا بهش پول میدن؟ فکر کنم این بهشون پول میده، این باید پول بده. این واقعا اگر نده خب دیگه هیچی دیگه، کی میاد به منگل پول بده آخه؟ کی میاد کیر بده بده؟ واقعا دور از انصاف و مردونگی کسی، مردی که بخواد کنار آریان بخواد بخوابه، واقعا دور از انصاف و مردونگی. اون مرد من بگیرمش پارش میکنم، مرد کی میخوابه پیش این منگله؟
چی دارن مثلا یه روز پا و سخونه میشکنه. حسابش بکنیش با این حالت، حسابش با همین حالت بره لیپو کنه. انگار زنبور هست، زنبور هستن که باستن پاهاشون لاغره بعد دم دارن، دقیقا میشه یه زنبور. دو تا بالم در بیاره دیگه خیلی خوب. Next question. بچه سال بعدی رفته یه من دو سه تا پرسیدم، شما بپرس. آقای بی شما بفرمایید. آریان جان، جان بهترین خاطره ای که از یک مرد داشتی کی بوده؟ بهترین خاطره ای که واقعا با یک مرد داشتی که واقعا عشق کردی با اون مرده. بهترین خاطره ای که از یک روچین داشتم، یه بار دو تا پسر، یه پدر پسر بودن که عاشقم شده بودن، یعنی یه پدره با یه پسره، دو تاییشون عاشقم شده بود و اینا قبلا تو لایو تعریف کرده بودم که بعد اینا، من مثلا تو خیابون بودم تو اسکا اتوبوس، اتوبوس نمیومد، خیلی بارون هم میومد، ساعت 6 صبح بود، این پدر پسر داشتن میتون شرکتشون، شرکت سایپا ماشین داشتن، منیجر بودن اونجا. بعد همجوری منو میبینن تو کنار اسکا اتوبوس وایسادم، بعد میگن که رایت نیاز داری، یعنی میخوام برسونمتون. گفتم که من بهشون، خب من چون با خیلی با اصالتم گفتم نه من منتظر اتوبوسم، اتوبوس الان میاد. گفت خیلی بارونه بیا بشین. بعد با خیلی با اصرار پدر رو، من نمیدونستم اینا پسر و پدر و پدر و بچه هستن، پسر و پسر هستن. بعد سوار شدن منو رسوندن اسکول، یعنی مدرسه. من های اسکول سوم دبیرستان بودم، من رفتم های اسکول داشتم میرفتم، من رسوندن های اسکول. اون روز سرویس هم بارون میومد، تعطیل شده بود نیومد. بعد اینا تو همجور صحبت و اینا گفتن چطوری اینا، بعد به من گفتم اسم چیه، اینا گفتم آریان، هم از این حرفا گذشت صحبت تا رسیدیم دم اسکول. دم اسکول رسیدیم اون گفتن که اگه خواستین زور از می‌خواستین بیام برگردونم شما رو خونه. گفتم نه خودم تا اون مارون دیگه بند میاد من خودم میرم خونه. بعد دیدم ساعت 12 زور شد که من زنگ آخر بود، از مدرسه اومدم بیرون دیدم دم در وایسادن دو تایشون وایسادن و منو رسوندن خونه و بعد گفتن میشه شب با هم یه دور همی داشته باشیم سه نفره. من فکر کردم اینا دو تا دوستن چون خیلی جوون بودم، گفتم چش برای این لطفی که کردید شب مهمون من. بعد من دیگه سفره‌دار بزرگی ام، دیگه رفتم یه گاو گرفتم قربونی کردم، چند تا ویسکی ودکا و اصلا یه سفره پهن کردم برای اینا، چون یکی به من لطف کنه من خیلی هواشو دارم. بعد شب اومدیم مشروب خوردیم صحبت گفت تو سینگلی اینا، بعد گفتم آره سینگلم پسرم و اینا. بعد دیدم اونجا پسره زانو زد جلو من و یه انگشتر به هم داد، و گفتش که اگر که صلاح میدونید خیلی ازتون خوشم اومده، میشه با هم ازدواج کنیم. گفتم با من امروز شما رو دیدم، بعد من پسرم، کس ندارم، پریود نمیشم، بچه دار نمیشم اینا. گفت مشکلی نیست، من نه آشپز میخوام نه بچه میخوام نه کلفت، من فقط یه کوین میخوام. بعد گفتم اوکی باشه. بعد دیگه ما زنگ زدیم، دیگه شب بود، آره ساعت 4 و 5 صبح شده بود اینا. من زنگ زدم تصدیق کنم پس با پدرم بعد مشورت کنم. ببخشید طولانی، اجازه هست یا قطع کنم بگم؟ اوکی. بعد زنگ زدیم به پدرم واتساپ تصویری، گفتم پدر جون برام خواستگار اومده، ایشون اسمش هم ابوالفضل بود، گفتم آقا ابوالفضل هستش اینا. بعد گفتم آقا ابوالفضل هست چینا، بعد همون مهریه به نیت 14 مصوم 12 است که بهار آزادی، یک شاخه گل و یک سفر بعد ماه حسن هم اینا، بعد دیگه همه یه عروسی و از این چیزا. بعد دیگه گفتم باشه قبول کردیم و پسرم 2 سال از من بزرگتر بود، من 18 بودم این 20 سالش بود. اینا روزی که می‌خواستم بریم محضر عقد کنیم، به پسره میگه پدر من یه خواهشی ازت دارم. میگه چی؟ میگه من عاشق آریان شدم. آره میگه من عاشق آریان شدم. میگه من عاشق آریان شدم، میشه تو چیز کنی؟ میشه تو بلش کنی من بگیرمش؟ میگه به اون حق پدری و فرزندیمون که با هم بودیم. بعد از اینا که خب خیلی
پسر وفادار بود و اینا، پسر فرار میکنه روز عقدمون. ساعت 6 صبح که ما قرار بود بریم محضر، پسر فرار میکنه. من و خانوادم همونجا تو محضر وایسیدیم. پدره میاد میگه که آره حسین تصادف کرده مرده علیکی. من قش میکنم بعد میرم تو کما 6 ماه برمیگردم. 6 ماه بلند میشم میدم بابای ابوالفضل بالا سرم. بعد میگه که دیگه هنوز رفته بود، اون رفته بود خارج دیگه بر نگشت. بعد باباه میگه که میگه من این اتفاق بعدی که یعنی پسرم این کارو با تو کرده میشه جبران کنم چجوری؟ میگه میشه زن من شی؟ بعد من میگم نه خب شما که من پسرتون رو دوست داشتم. میگه خب منم بابای همون فرزندم، چی میخوای؟ هرچی میخوای دارم. بعد من اون موقع خیلی تنها و افسرده بودم، نیاز به یکی داشتم. خیلی اختلاف هم نداشتن، 2 سال با هم اختلاف داشتن سنی. خلاصه قبول کردم و دوباره زنگ زدم تصویری پدرم و چون من تو بیمارستان بودم زنگ زدم یه عاقد ازم پشت تلفن عقدمون کرد و بعد ازدواج کردیم. الان بعد شب من چون تو اتاق عمل بودم پرده کونم پاره شده بود، بعد یعنی شب هجله نداشتم، شب کونم پاره شده بود. بعد آره روز بعدش هم ما رفتیم شمال مسافرت و تو راه شمال این شوهرم از بس که خوشحال بود به من رسیده بود قرص اکس رو به جای قرص سردرد میخوره و دوتاییمون میریم تو دره تصادف میکنیم و منو پلیس میارن بیرون و شوهرم اونجا میمیره و بعدش من حامله میشم که بچه‌م از نارتی سرق داشت میکنم. این بود خاطره قشنگم. به قول قدیمی ها تو از اون زنهای سرخوری سر شوهر میخوری. حرف نزن پیر زن، کجا بودی تا الان؟ حرف نزن، 2 ثانیه سکوت کنیم. خواهش واقعا ثانیه برم سکوت کنم. آره دیگه سکوت کن، ثانیه خیلی دلخراش شده. عمر عزت زیادی بده شما، به شما صبر بده خداوند. واقعا خاطرات که برای من تعریف کردی واقعا عشق پایینم در اومد، واقعا عشق پایینم در اومد. روحشون شاد باشه انشالله. کجا بودی پیر زن خرفت؟ تا الان کجا بودی؟ بذاری اول درود عرض کنم خدمت شما آریان جون، هیراد عزیز و فالوورای عزیز. سلام. و آره من یه لایو گذاشتم ساعت 11:30 بود، یکم دیر شد لایو که اومدم سیو کنم خراب شد. بچه اومدن یه حرفایی زدن که خراب شد، گفتم یه لایو 1 ساعته بذارم و بعد بیام اینجا. من تو بانو لیدا تو لایوتون بودم، گفتم بیاین تو لایو ابی جان. به نظر من یه جا جمشین بهتره عشقم، هر کدوم یه دونه لایو بذاریم. مثلا یه دونه شما لایو میذاریم ابی جون بیان، خب من چون نمیتونم بیام، یه لایو هم که مثلا من میذارم مثلا همه اینجا باشیم، یه بعد ای بی لایو میذارم همه بیایم اینجا. باز ای بی جون دستش باخت. آره اتفاقا به ای بی جون هم من گفتم ببینیم، من خودتون میدید تو یوتیوب هم تازه کارم، تازه دستم را افتاده، میگم حداقل یه دونه یه دوتا لایو یوتیوب بذارم. اگه بخوام 4-5 ساعت بیام لایو ای بی جون، یوتیوب نمیتونم فعالیت کنم، لایو های خودم میمونه میدونی، بگه نه که از خودم بیام اینجا. نه یه دونه، هر کدومون یه دونه لایو مشترک داشته باشیم، بعد هر که خودش لایو تنهاشو بذاره. آره اگر براتون اگر منظورم اینه که الان مثلا من الان این لایو ابی جون لایو قبلی با من بود، این لایو من با ابی بودم، خب یکی ابی اومد یکی من، تموم شد و رفت. حالا هر کس به لایو خودش رو بذاره، شما یه بار ای بی بیاد تو لایو، شما یه بار تو لایو ای بی بیا، بعد برو خودت بذار. یعنی یک لایو مشترک داشته باشیم، هر کی لایو خودش رو بذاره. آره اینا خب الان ای بی جون هر شب 5 تا لایو داره فکر کنم. آره 1 تا 2 نه. 2 تا 3 تا 4 تا 5 1 تا 2 تو لایو آریانم، ما بعدش دیگه خودم لایو میذارم دیگه، آریان هست دیگه تو لایو من هست دیگه، بچا دیگه جمعیم اینجا. آره و اگه بشه چون من دارم فعالیت میکنم، اگه شما صلاح میدونید یکی از این لایوهای که شما هستید و بذارم یوتیوب، میگم قشنگ میشه که منم لاغر بگم که مثلا دوستام تو لایوام هستن. بازم هرج خودتون سر تو که از 11 شب تا لایو داری میذاری دیگه لیدا، لایو با شما
خب ها با ما شما که توش نیستی. آره یه دونش من بقیه سه تا دیگه شو میام اینجا. بله بفرمایید. آره هم هر وقت دوستشی بزن من با افتخار کنارتم، با افتخار کمکت میکنم، هم حسم هستی، هم دردم هستی، دوتایمون مشهدی هستیم، همشهری هستیم. اسمم تو خوب منو میشستی، منم تو رو خوب میشستم. همه چی بهت، از همه چی بگذاریم، ما دوتا زنیم. زنها هر کاری هم که بکنن بازم پشت همم. بفرم نیرسی از یه چیز بگم من آریان جان میگم لیدا همون لیداست. آره من خیلی وقت ندیدمش. لیدا همون لیدا. آره خیلی خوشگل شدم زنم لیدا. لیرا جون منم دلم برای تنگ شده دیزی. مرسی از این خیلی وقت بود ندیده بودمش. فکرم دو سه سال ورژن جدید لیدا 2024 با یوتیوب با امکانات بیشتر. آره خوب شد ایراد عزیز اینجا دیدم دلم تنگ شده بود برای چند سال ندیدم عزیزی. مرسی عزیزم امیدوارم تو هم خوب باشی. قربونت عزیزم. مرسی. کارگر چیزی دست تنهایی بگو کارگر برات بفرستم لیدا جان. اگر نمیتونی هم لایو بذاری هم یوتیوب فعال بکن، اگه میخوای کارگر برات بفرستم بابا جان. میخوام جدی میخوام یه نفرم دیگه، خودم کار خونه رو انجام میدم. یه نفرم شوهرم که ندارم، بچه داری هم که ندارم. میخوای فن پیجت بشم عزیزی؟ مرسی عزیزم. بعد من نمیاد ولی خب نه راضی به زحمتت نیست. لیدا جان شما درآمدت از کجاست؟ این چه سوال مسخره ای؟ نه سوال میخوام بدونم. خب نه من اجازه نمیدم. من اجازه نمیدم.